بله، به غیر از فرانسه که داره گفتگوهایی رو انجام میده، تلاش میکنه برای اینکه شاید یک راه حلی داشته باشه. میدونیم که کشورهای مختلف هم واکنش نشون دادن. همین دقایق قبل جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده، محکوم کرده به شدت اقدام ایران رو در واقع حمله موشکی به اسرائیل، اشاره کرده به اینکه این چرخه خطرناک حملات انتقام جویانه و تلافی جویانه میتونه از کنترل خارج بشه، نگرانی کرده از وضعیت به وجود اومده و گفته که ما احتیاج به یک آتش بس فوری و سراسری در منطقه داریم. همینطور گفته که اتحادیه اروپا آماده است تا کمک بکنه به جلوگیری از یک منطقه‌ای که داره جنگ درش به شدت فراگیر میشه. میدونیم که نخست وزیر بریتانیا گفتگو کرده با در واقع همتای آمریکایی خودش و با بنیامین نتانیاهو و همینطور پادشاه اردن، کشوری که گفته یک سری موشک رو در آسمان خودش قبل از رسیدن به اسرائیل تونسته رهگیری و منهدم بکنه. میدونیم که دفعه قبل برای چنین اقدامی فرانسه هم به اونها کمک کرده بود. حالا باید این جلسه دفاعی فرانسه تموم بشه تا ببینیم آیا فرانسه هم نقشی داشته در کمک به اردن این بار هم یا نه. دبیرکل سازمان ملل واکنش نشون داده، حمله رو محکوم کرده، وزیر خارجه آلمان به شدت محکوم کرده. بنابراین میبینیم که نگرانی ها بسیار زیاده، به دلیل اینکه اگه دفعه قبل میگفتیم که این حمله که ایران انجام داده به اسرائیل دفعه اوله، بار اوله و خیلی از این موشک ها طول کشیده تا برسه به خاک اسرائیل، حالا میتونه به یک روند تبدیل بشه و این چرخه انتقام جویی همونطور که اشاره کرده جوزپ بورل بهش ادامه پیدا بکنه و خارج از کنترل بشه.